بسم الله الرحمن الرحيم. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الايمان غرد واصدح الحمد لله رب العالمين وخير العاقبه للمتقين الصلاه والسلام على امام الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد شمام كتما بخانك على سي سيدي حدثنا عبيد الله ابن موسى, عبيد الله عبيد موسى قال, قال أخبرنا, أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر قال قال, 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 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ای حدیث از سیدنا عبید الله ابن موسی رحمه الله روایت است خواهرای ما گپ نزنن خواهرا صدایتون می گپ نزنین قال فرمود ان انا انا به معنای اخبرنا ان به انا و انا است نای خالی بیا او به حدثنا است اگر انا بیا انا که خوانده میشه بعضی بزاین ای اخبرنا و ان به خبر داد ما را نبع داد ما را حنزله ابن ابی این مخفف اخبراناس حنزله ابن ابی از عکرمه ابن خالد روایت میکنه او از شاگردای ابن عباس رضی الله تعالی عنه عنهما و ارضاه ابن عمر از شاگرده عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بوده او از استاد خود عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه حالا فرمود عبدالله بن عمر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود است بنی الاسلام على خمسن بنا شده اسلام بر پنج ارکان بنا اسلام بر پنج ارکان شده است ارکانی که ایمان و اسلام را تکمیل میکنه پنج پنج تاست شهادت لا اله الا الله گواهی دادن بر این که نیز دیگر معبود غیر از الله یک و ان محمد رسول الله دیگه این که محمد رسول و فرستاده الله جل جلاله است این یک یک رکن از ارکان ایمان که توحید و رسالت را در بر میگیرد دوم و اقام الصلاه برپا کردن نماز اقامه نماز رکن دیگر از ارکان اسلام است و اتاء الزکات دادن زکات رکن دیګر از ارکان ایمان از اسلام است والحج حج هر هر کوم شرایط و سنن و آداب داره وصوم رمضان و روزه رمضان اینه از جمله ارکان اسلام است شهادت الله اله الا الله و محمد رسوله خو ازی است از کی توحید و رسالت هر دو را در بر داره نفى غير الله وإثبات توحيد بالله بأ رب العزة ودر نفى أز غير الله عبادات غير الله وإثبات توحيد بالله بأ جل جلاله شاملة أز رسالة حمّي شهد وها نشذي كي توحيد الألوهيات توحيد الربوبيات توحيد أسماء وصفات وبالأخير توحيد تشريعية توحيد حاكميات أز آن الله كل لا إله إلا الله خلاص و در محمد رسول الله رسالت و هان چیزی که الله برای رسول الله ثابت ساخته است و آنچه که رسول الله برای خود ثابت ساخته همه ایش دیگه است و در پا, پا کردن نماز نماز این نمازی که معتعارف و معتاد است این همی مقصود شریعت است و بس یک فتنه به نام انکار حدیث و نیچریزم هم برش میگن در شبه قاره هندی بوده و بالاخره آلی به با جهان عرب و به کشورهای شمال افریقا هم سرایت کرده فتنه انکار حدیث است این فتنه از قدیم هم موجود بوده ولی نه به عنوان یک گروه نه به عنوان یک جماعه بلکه به عنوان افراد موجود بوده به نام فتنه انکار حدیث در شب قاری هندی یک کسی به نام غلام احمد پرویز نام داشت این ای فتنه را رایج را ساخت و ما در مقدمه بخاری بر شما حجیت حدیث را بیان کرده بودم اگر یاد شما باشه حجیت حدیث را یک بحث کرده بودیم در ما یک رساله را ما به زبان عربی نوشته کردیم حجیت و خبر الواحد در ضمن از او باز ما یک ده صفحه حجیت حدیث بیان کردیم یک کتاب دیگر از ما او را از اردو به دری ترجمه کردیم شش جلد است به نام درس ترمیزی سه جلدش تقریر ترمیزی است سه جلدش هم درس ترمیزی است او را شما میتونی از بازارا بگیری یک موسوعه است ما وقت پاکستان زندگی میکرده بونا نوشته کردیم ترجمه کردیم در اوجا یک تقریبا حدود 50 صفحه حوالی یک 50 صفحه و کتاب حجیت حدیث است در حجیت حدیث فتنه انکار حدیث قبلا هم موجود بوده ولی بعد از اینکه غلام احمد پرویز در شب قاره هندی این فتنه را جهان شمول ساخت آهسته آهسته به عقل گرایی ها تعویل دین شروع کرد اول این کار از حدیث کرد گفت oh, حسبنا کتاب الله کتاب الله برای ما کافی است شعاری بود که کلمه الحق یراد به باطل که خودش حق از منتزع اراده باطل صورت گرفته است اینا اراده باطل از کلمه حق داشتن اصلی گپ صحیح که کتاب الله حسبنا کتاب الله ای گپ کافی گپ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه است ولی بعد ها ای گپ اینا به خاطر گمراهی مردم این کارا بر انداختن گفتن که فتنه انکار حدیث را گفتن که کتاب الله باشه دیگه احادیث ضرور نیست احادیث که چه قرآن به تعویل به تفسیر و به جهت میمانه مثلا نماز را اونا تعریف میکنن ما در اکادمی علوم یکی شداری از این امید توحیدی است یک معروف مشهور آدم از خود امام میدانه میگه من امام هستم امام توحیدی او از در تحقیقات علوم اسلامی است ما رسما. فتوای کفر از را صادر کرده بود رسما نوشته کرده بود امضا گرفته بود ولی بعد ها طبق مصلحت دیگران گفتن که ایرا خیر امی امیر, امیر چنا رسمی نه اگر من رسمان بر سارنوالی داده بودم که یادم کلمات کفر میگه کلمات الهاد ولی بعد ها فقط به حزب ظاهر ما را گفتن که دی دی به افغانستان رقم رقم انسان ها زندگی میکنه همین کار شما گفت سبب عظیمش که یکی از سفارتخانه ها پناه ببره و برای خارج اگر او از خدا می چیزا گفت میخواد والما پس منصرف شدم از مو عریضه خود ورنه رسما در ساران ولی عریضه که آدم کلمات کفر میگه با ایمه نام میتوا و مثل ازی و چیزایی بود که اونجا مستند ها بود او هم از اینمی جمله است نماز را میگه نماز چی نیست نماز میگه مرادش نمی چیزی که شما میخونه نماز متعارف نیست نه نماز میگه دیگه معنا داره نماز چی معنا داره خب بگو نمازه نه نماز میگه دیگه معنا نماز میگه او است که پیسه تا برای فقرا برای این تعبیر است نماز میگه چی در قلبت خدا را مناجات با خدا داشته باش با فقرا و اینا چیزی که با عقل آدمی میگه در عقل خود عقل آدمی نیست عقل خود این جور نبیه اونم دین نیست خلاص نماز ای فتنه حدیث نماز انکار میکنن و برخ از فرقه های دیگه هم که خود را مسلمان میدانن از نماز را تعویل میکنند، میگن نماز یک چیز غیر حقیقی این که شما میدان متعرف غیر از یک چیز است ولی ای نماز اینمی چیزی که ما داریم اصل نماز شرعی که در نصوص دینی آمد اینمی است که عبارت از تح تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم اینمی است که به الله اکبر افتتاح تحریم شروع میشه تا به تسلیم ختم میشه اینمی نماز به بغیر از دیگه هیچ چیز نماز گفته نمیشه و همه از این دروها و بهتان هایی است که بسته میکنن همچنان اونا در زکات ها یک چی میکنن در زکات هم تعویل میکنن میگه میکن زکات مرادش تزکیه نفس است نفس دیگه میگه پاک بساز و دی بس زیاد فرق قول کرده و کلش باطل است اقوال زکات اینمی که قسمت 25 فیصد از دونیم فیصد قسمت از 40 روپا یک روپا از 100 روپا از مالت را برای مستمندان و فقرایی که در قرآن عظیم شان 8 طبقه معرفی شده بر اینا کشیدن را زکات میگه اې تا ویلای کې یینامه کې مرادش صوفیان دې رابطه قول کړدان بعضی از صوفیاء غلات مېګا مراد از دې تزکیه نفس است و یوتو زکات زکات را مې ده هنې و چې کومه اې تا زکات اې تا زکات لئنفسهم ای تزکیه تزکیه لئنفسهم تزکیه نفس هایش دروغ است تزکیه نفس یک بحث علایده است که اورام شریعت مطلوب شریعت است که عبارت از تزکیه و پاکی نفس است و مطلوب شریعت است خب او دیگه چیز است دیگه چیز است دو حکم یک یک جای کردن آآ 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 کار حماقت و جهالت است نه او یک حکم علایده شرعی است یک حکم علایده شرعی است او یک حکم فردی است یک حکم اجتماعی است یک حکم است که فیزیکال اجرا میشه و یک حکم است که میتافیزیک است ماورای فیزیک است یا 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 چیز غیر محسوس است تذکیه یک چیز محسوس نیست غیر محسوس برای خودت معلوم می شود و آثار بیرونیش بر روی کشیدگی است اما زکات که است یک چیز مطلق فیزیکی که بخشی از مال تا 25 م... دونیم فیصد از مال تا 40 چل سه چلم حصه از مال جدا میکنی و برای فقرا و مساکین میدی از چل گوسفند یک گوسفند از پنج شطور یک گوسفند بالاخره از از 25 گاو یک گاو از از, از یک لک افغانی دو نیم هزار افغانی از 20 مسقال طلا نیم مسقال از 200 درهم نیم درهم از 37500 افغانی به شرایط امروز که آغاز زکات از اینم قدر میشه که 200 درهم شرعی رو پورا میکنه 37500 رو پد دو نیم فیصد شکشیدن این میره زکات میگه این ای حکم شریعت است دی والحج حج اونا مې چې مراد از حج څنګه لري مسلمانو سکه هر ځای جمع شونده هر تکه خانه حسینی او مسجد او هر ځای جمع شون نه مراد از حجونه مو حج متعارفه استه چې طواف بیت الله وقوف عرفات سعی بین صفا و مروه و زدن جمرات و تهلیل او تکبیر او چی مې ګڼم لبیک لبیکوم یو نوم درا تلبیه طالب این امیر ای زکات حج متعارف این تعویلا را اینایی که خدا نچرال میدانن طبیعی میدانن عقل گرایا میدانن اینایی را تعبیر میکنن تعویل میکنن و اشتباه میکنن و غلط میکنن هم غلط به اصطلاح ما هم غلط به اصطلاح ایرانی ها و صوم رمضان و روزه رمضان را میگیرن روزه رمضان هم اینمی روزه متعارف است که از صبح تا بگاه ایران تعویل میکنن یا عقل و منکرین حدیث میگه روزه خودداری است از گناه ها از گناه خودداری که نمی روزه است آ باز تعویلات بی جای از آیات شریف می برای این نظر تو لرحمن صوما فلم اکلم اليوم انسیا می گین خودداری را می گین از خودداری کرد از گب زن نیر روزه نه روزه خودداری از سه چیز مشهور که سه چیز یقینی اتفاقی است خوردن نوشیدن و رفع غریزه جنسی عمدن و در پهلوی ازی دیگه چیزهایی که روزه را مشکنانه از اینمی خودداری کردن اینمی را روزه میگه پس بنای اسلام سر ازی بنا شده و به غیر ازی خانه اسلام خراب میشه اگر هر کدام از انسان انکار کنه ایمان انسان از دست میره اسلام انسان و ایران میشه و هیچ نوع ربقه اسلام در گردن ازی نمیمانه و ای فاقد از اسلام میشه <سؤال> <سؤال> بابا می بوس باز حدیث باب امور الإيمان وقول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله الى قوله المتقون وقد افلح المؤمنون الايه <سؤال> باب از در بيان امور ایمانیات يكي خود ایمان ككتاب که کتاب الایمان از بحث میکنه ایمان است ما شما گفتین که و ایمان قابل اضدیاد و تنقیص است زیاد و کم میشه و جمهور از علما هم همی گپه میزنه که ایمان قابل اضدیاد و قابل نقصان است یزید و ینقص یزیدو بالتعت و ینقص بالمعصیه ای نظر جمهور از علما محدثین فقها و فقط در بین احناف ای هست که ایمان قوی و ضعیف میشه وله زیادو کم نمیشه چون اورا به جوهریش می جوهری میگه ایمان عرض است ایمان میگه اجسام نیست که قابلت تزیید و تنقیص داشته باشه ای, 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 اختلاف قبلا بر شما در سر باب گفته بودم طولانی هم سر ازی بحث کرده بودم اما به نزد محدثین ایمان امور داره چرا ایمان به نزد محدثین و فقها و جمهوری از فقها و محدثین و علمای اهل ظاهر ایمان چی داشت چند رکن داشت ها ببین سه رکن خیر بین کدام کدام اقرار تصدیق عمل به نزد احناف هم سه رکن است منتا یک رکن تزئینی است دو تا رکن اصلی است اصلی ترین رکن اقرا... تصدیق است سپس اقرار است باز رکن تزئینی ایمان زینت ایمان در اعمال صالح است یا مذهب احناف است با علا روح عزی با وجود آن هم ایمان را رکن تزئینی میدانه ولی جمهور علما رکن اصلی میدانن میگه رکن اصلی است و ما برای شما گفته بودم که جنگ جنگ انگور است جنگ یعنی اختلاف نزاع لفظی است نه حقیقی لان به که مرتکب کبیره را هر دو طرف کافر نمیدانن هر دو طرف مرتکب کبیره را خروج از اسلام نمیدانن بجز از خوارج و برخی از معتزلی ها لذا الله میفرمایه که امور ایمانیات را امام بخاری میفرماید که اعمال جزئی از ایمان است امور ایمانیات را معریفی میکنه لیسل بیر ان تولوا وجوهکم آیه بیر آیه 176 سوره بقره است لیسل بیر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والیوم الاخر واقام الصلاه واتى الزکاه والموفون بعهد اذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا والئك هم المتقون اي آيه برمی گیره آه سوره بقره ما به اصطلاح تفسیر خود ما تفسیر میکنیم سوره بقره به 4 حسه تقسیم میکنیم حسی اولش توحید است کتاب آیه 100 دوام میکنه بعض از آیه 96 ببخشید آيه 96 آیه 96 باز آيه تا 176 حسی دو دو دوم سوره بقره شروع میشه که به اصطلاح ما ایران رسالت میگنیم ما تقسیمات خود ما که میکنیم ایره رسالت میدانیم تا آیات بر از آیات بر جهاد فی سبیل الله شروع میشه تا ختم آیت الکرسی 255 بعد از 255 به اون طرف باز آیه صدقه شروع میشه انفاق فی سبیل الله پس سوره بقره چار حصه داره حصه اولش توحید است تا آیه 96 از آیه 96 تا 176 آیه بر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ط ايجا كافتا دات مش اي رسالات اس از ايات بر اني اياتي كليس البر عزيز شروط 176 تا 255 اي جهاد في سبيل الله دي بيان مش از 255 تا اخر سوره 286 اي 286 انفاق في سبيل الله يعني التوحيد وقت توحيد كي بر ما معرفه ما كن الرسول و رسولان الهی چ گونه کار کردن از جهاد فی سبیل الله شروع کردن و برای جهاد انفاق نیاز است یعنی تا که نفقه نکنی پیسی ته مصرف نکنی جهاد نمیشه و جاهدوا به اموالکم و انفسکم اول مالتا درای الله بته با نفست را وقتی که از مال تیر شده نتانی از نفس تو به طریق اولا تیر نمیشی از او بابت آیه بر را جز از ایمانیات و امور ایمانی بیان میکنه ایمان بخاری میگه که لیس البر را نیز نیکوی کوی و وجوه کم قبل المشرق و المغرب که روحای به طرف مشرق و مغرب بگردانه بعضی ها میگفتن قبله ما بهتر است که اونم بیت المقدس است بعضی ها گفتن نه قبله ما بهتر است که اونم کعبه الحرام است الله که نه ای جهاد گشتاندن ای, گشتان نی ای نیکویی کامل نیست صرف محض نیکویی نیست که روی تانه مشرق و مغرب بگردانین ولکن البر را مگر بر چی است بر ذل بر است صاحب بر صاحب نیکویی کسیس است من امن بالله کس کی ایمان به الله آورده اینی آدم صاحب نیکویی است ولی یوم الاخر بروز آخرت ایمان آورده أه ليس البر أن ولا المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة نموز برباكنا وآت الزكاة زكاة بتا والموفون بعهدهم وفاقنا بعهد شان وفاكنا بعهد شان إذا عاهدوا وقتك تعهد مثلا والصابرين آنانك كه صبر في الباساء دا سختي ها و الضراي در جنگ ها و و در مشكلات و مرض ها در همه استبر ميكنه وحين الباس در در جريان انگام جهاد انا صبر ميكنه اولئك الذين صدقوا اهل صداقت هستند و اولئك هم المتقون انا پرهيزگار هستند اي امور ایمان است همچنان از امور ایمان ديگه چی است قد افلح المؤمنون تا دا صفت که الله بیان کرده که یقینا مؤمنان کامیاب استن اول صفتشان چی است الذين هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون اولین کامیاب استن الذين هم فی صلاتهم خاشعون یک خشوع در نماز والذین هم عن اللغو معرضون دوم که از لغو اعراض میکنن سوم والذین هم للزكاه فاعلون آنانی که فعل زکات میکنند زکات را ادا میکنن بالفعل ادا میکنند. در پهلوی از که تزکیه نفسها را میکنن فعل زکات هم ادا میکنن ای برپا کردن نماز دادن زکات و والذین هم لزکات فعل والذین آنان که فرج های خدا حفاظت میکنن والذین هم لاماناتهم و آنان که امانات ها را و تعهد های خود رعایت میکنن والذین هم لامانات و وعلى اولا اولا صلواتهم يحافظون برپایی با نماز محافظت نماز میکنه نماز رو میخونه می مي محافظت میکنه به قضایی نمیمانه اول وقت میخونه با جماعت اولای وارثون اینا میراث برای جنت هستن ای نمیره امور ایمانیات میگه ای امور ایمان است چیش باش اگه استاد پس آمد بس از دیگه درسم سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان ورد واصدح بالقرآن قتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر قتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن